90% رانندگان در ولایت فراد جواز رانندگی ندارند و بیش از 50,000 موتر بدون اسناد قانونی در شهر فراد تردد دارد. مسئولان اداره ترافیک در این ولایت میگویند اکثر رانندگان به قواعد ترافیکی احترام نمیگذارند. از سوی هم شهروندان فراد تاکید میکنند که بیتوجهی به قوانین ترافیکی باعث بروز مشکلات شهری شده است. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فراد فرستاده است. افزایش موترهای بدون اسناد و بی‌توجهی رانندگان به قواعد ترافیکی باعث نگرانی شهروندان فراد شده است. این افراد میگویند مسئولین اداره ترافیکی هیچ توجهی به نظم ترافیکی ندارند و این مسئله سبب شده است تا رانندگان توجهی به پیروی از قوانین ترافیکی نداشته باشند. لوحی خود نست فراغ فهمم که پتور فراغی در اشاری نست در چه نست در چه نست ممتاز خوب دفعه باید در ترافیک مرایتی. در سوی دیگر محمد آصف مدیر ترافیک فراد ضمن تایید برخی مشکلات ترافیکی در شهر فراد میگوید در حال حاضر بیش از 50,000 موتر بدون اسناد و اشترینگ راسته در این ولایت تردد دارند که 30,000 آن تنها در شهر فراد هستند. برای 10,000 دریور ما از سال 86 تا ما برای 10,000 دریور لیسانس و یا جواز رانندگی را توزیع کردیم او دیگه تعداد زیاد دیگه باقی مانده، اون کورسای ما دوامدار است. مدیر ترافیک فرا میپذیرد که شماری بسیار کمی از رانندگان در فرا لیسانس رانندگی دارند، اما به گفته وی آموزش رانندگی و همچنان توزیع لیسانس بعد از آموزش از سوی مدیریت ترافیک در فرا جریان دارد. زتان ما در داخل شهر باشیم که تقریبا 30,000 ما پیش خود چیز کردیم، برآورد کردیم که همه امکان داره که 30,000 بیشتر هم باشه، 40,000 باشه، 50,000 باشه، در اطراف در ولسوالیا باشه، ولی در شهر تقریبا 30,000 داخل قسمی که پیش ما ارقام هست تقریبا 30,000 داخل شهر بازار گشت و گذار میکنه، در وجود داره که هیچ نوع اسناد قانونی نداره. در این حال باشندگان فرا از موجودیت موترسایکل های سه چرخ یا ریکشا نیز اظهار نگرانی می کنند. این افراد می گویند افزایش این وسایل نظم شهری را برهم زده است و باعث رویدادهای ترافیکی زیادی می شود.